سلام الرحمن الرحیم، عرض حرمت خدمت محصلین نهایت عزیز. امید است که صحتمند و سلامت و تندرست باشید. اینک با یک دیگر از ویدیوهای تدریس مضمون سیاست های اقتصادی در خدمت شما عزیزان قرار داریم. با امید که مواردی که در جلسات قبلی سهم حضور شما رسید به داشته های علمی شما حفظ گردیده باشه و تونسته باشم مطالب به صورت مختصر به حرز برسانم و به همین اساس پس از مطالعه شما هم تونسته باشین که نقاط کلیدی این موضوع را درک کرده و در آینده در هر سیکاری از اونا استفاده کرده بتانید. اینک بازم با تدریس این مضمون که در هفته دهم درسی قرار داریم، موضوع مطرحی بحث این هفته پالیسی مشارکت عامه و خصوصی است که خدمت شما عزیزان بیان میشه. این پالیسی در واقع یکی از پالیسی های اقتصادی است که در افغانستان در نظر گرفته شده. میخوایم پیرامون این پالیسی صحبت های داشته باشیم که یکی از پالیسی های بسیار کاربردی و با اهمیت در کل در افغانستان به شمار میآید. هدف درس این هفته آشنایی محصلین با پالیسی مشارکت عامه و خصوصی خواهد بود که فعالیت های درسی و آموزشی از طریق لکچر، بحث گروهی و سوال و جواب ممکن می باشد. به همین ترتیب رویش ارزیابی مطبع درس این هفته هم با توجه به حقص امتحان و برگزاری امتحان در نظر گرفته شده است. فرست مندرجات بحث این هفته درسی شامل اهداف که در این پالیسی تذکر داده شده، اهمیت مشارکت عامه و خصوصی به بحث خواهیم گرفت، به تقریبا اصول کلیدی در مشارکت که مشارکت عامه و خصوصی باشه، وظایف عمده اداره مرکزی مشارکت عامه و خصوصی به عنوان یک نهاد مشخصی که طرحها و پالیسی های مشارکت عامه ترتیب و بالاخره به اجرا قرار بده، و دوران مشارکت در مجموع رو بحث میگیریم. سپس ساختار تمویل بیمه و تضمین دولت طبق این پالیسی بیان خواهیم کرد و در نهایت نظارت و مدیریت تطبیق پالیسی مشارکت عامه و خصوصی رو بحث میگیریم. ابتدا میپردازیم به مقدمه که پیرامون این موضوع بیان شده و ترتیب دیده شده. در این مقدمه ابتدا دولت افغانستان به منظور توسعه ارزی خدمات و همچنین احداث زیربناهای اقتصادی به صورت فیزیکی آن لازم دیده تا پالیسی مشارکت عامه و خصوصی به اساس یا من حیث روش تمویلی جلب مهارت‌های تشبثی سکتور خصوصی، یعنی بر اساس این هدف بالاخره، و همچنین بتون استفاده مؤثر از ملکیت ها و دارایی های عامه صورت بگیره و به خصوص برای کم کم به سوی استقلالیت مالی و اقتصادی و ای که دیگه به کمک های خارجی تکیه نکنیم و به همین تناسب از سرمایه های موجود هم در سکتور خصوصی و بانک ها استفاده مؤثر صورت بگیره. روی این ملحوظه که این پالیسی دولت افغانستان بوده در کل که هم بنیه اقتصادی کشور قوی بداره و هم که از سرمایه های آتیل استفاده بیانه صورت بگیره که برای تأمین سرمایه های هنگفت نیاز تا هم سرمایه های دولتی و هم سرمایه های بخش خصوصی با هم ترکیب بکنیم و برای سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی استفاده نمایی. اگر در مجموع این پالیسی به شکل واقعی بینانه آن تعقیب و به پیش بره، یقینا که میتونه اثرات مثبت اقتصادی در جامعه به بار بیاره و تاثیر فزاینده روی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشه. پروژه های مشارکت عامه و خصوصی قسمی باید طراحی بشه و تطبیق بشه که تأمین کننده منافع عامه باشه و همچنین تأمین کننده منافع جانب خصوصی باشه و در مجموع این پروژه های مشارکت عامه و خصوصی باید با پالیسی ها و پلان های
عامه کشور مطابقت داشته تا بتونه با طرح و تطبیق چنین پروژه های به هدف کلان اقتصادی دست پیدا بکنه و نابسامانی هایی که در جامعه حاکم اونا رو بر بچینیم و بریم به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور. هدف عمده از مشارکت عامه و خصوصی چی هست؟ و بعد خدمت شما اشاره بکنم که اگر بس که بعد در اوایل هم بیان میکردم یک مدل وجود داره به نام مدل تریپل پی که این مدل در دیگه کشور هان زیاد مورد استفاده قرار گرفته، تنها در افغانستان نه، بلکه در افغانستان تازه این مدل شروع شده که از او استفاده بکنه. این مدل تریپل پی در واقع امو پالیسی مشارکت عامه و خصوصیه که پی اول پابلیک معنی میده، پی دوم پرایویت و پی سوم پارتنرشیپ. یعنی پابلیک پرایویت پارتنرشیپ یعنی مشارکت عامه و خصوصی دقیقا، که به عنوان یکی از رویکردهای تازه رشد و انکشاف اقتصادی در جامعه به کار رفته و از جانب اکثر کشورها هم این پالیسی و این در واقع رویکرد مورد استفاده قرار گرفته و اثرات مثبت هم داشته. با امید اینکه در افغانستان هم این پالیسی و همین رویکرد اقتصادی بتونه تولید مشکلات و نابسامانی های اقتصادی منفی بسازه و به سمت بهبود اوضاع اقتصادی حرکت بکنه. هدف های عمده که در کل در این اپروچ وجود داره یا در مشارکت عامه و خصوصی، اولا بحث انسجام سرمایه سکتور خصوصیه که بتونیم از این سرمایه ها به منظور دسترسی به زیربناها ها و خدمات بهتر استفاده بکنیم، از جایی که بخش خصوصی شاید به تنهایی ریسکای آنچنانی قبول نکنه و علاوه خصوصی در کشورهایی که جنگ وجود داره و نابسامانی های سیاسی و اقتصادی زیادی به چشم میخوره، ولی به آن هم دولت ها کوشش میکنن که از سرمایه های آتیل بخش خصوصی استفاده بیانه داشته باشن و در راستای حفظ خدمات بهتر به کار ببرن. هدف دیگه از مشارکت عامه خصوصی کاهش فشار سرمایه گذاری حکومت، چون حکومت هم به تنهایی نمیتونه که در تمام سکتورها سرمایه گذاری بکنه و از این منابع اندک مالی خود به هدفهای گوناگون استفاده بکنه. در این صورت که نیاز تا به خاطر تقویه نمودن بنیه مالی دولت از سرمایه های بخش خصوصی هم استفاده صورت گیرد. هدف بعدی افزایش موثریت استفاده از دارایی ها و ملکیت های عامه به منظور ارزی خدمات عامه، تا اینکه از این دارایی ها و ملکیت های عامه استفاده سو صورت نگیره با توجه به مشارکت بخش خصوصی و کنترلی که از جانب بخش خصوصی هم در این راستا وجود داشته باشه، ما بهتر میتونیم که از امکانات و دارایی های عامه استفاده بکنیم. هدف بعدی در مشارکت عامه خصوصی جذب سرمایه و مهارت های تشبثی سکتور خصوصیه که سرمایه های سکتور خصوصی به نحوی از آنها در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جذب بشه و از مهارت هایی که سکتور خصوصی دارن در راستای سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه استفاده صورت گیرد. هدف بعدی تقویه و انکشاف بازارهای سرمایه افغانستانه که در مجموع بازارهای سرمایه و سرمایه گذاری در افغانستان رونق بیتری داشته باشه و بتونیم در عرصه های گوناگون از این سرمایه های هنگفت استفاده بکنیم. و هدف بعدی فراهم نمودن حمایت های مالی و ایرای مشوق هایی که حمایت های مالی دولت به منظور رسیدن به هدف اقتصادی برای سکتورهای خاص و در واقع بخش های خاص میتونه کمک کننده باشه و همچنین این سرمایه گذاری های دولت مشوقی باشه برای تحرکات بیشتر اقتصادی از جانب عاملان اقتصادی. و اهمیتی که مشارکت عامه خصوصی میتونه داشته باشه، در مجموع مشارکت عامه و خصوصی حکومت افغانستان قادر میسازه تا از مهارت ها و توانایی های سکتور خصوصی هم در راستای حفظ خدمات و تکمیل پروژه های عام المنفیه و همچنین پروژه های عمرانی و زیربنایی استفاده بکنه
و به همین اساس که اگر در راستای سرمایه‌گذاری در این بخش خطراتی که به جانب خصوصی انتقال می‌گردد، دولت بتونه در واقع در راستای کاهش این خطرات گام‌های ارزنده برداره، چون این بخش خصوصی به تنهایی این ریسک را قبول نمی‌کنه و اینجاست که دولت باید بر اساس حمایت‌های چندین جانبی که میتونه به دست بیاره، چه از داخل کشور چه از خارج کشور، برند بهرهوری سرمایه هم برای جانب خصوصی هم افزایش خواهد یافت. و اهمیت دومی که میتونه مطرح بشه اینه که مشارکت عامه خصوصی حکومت بازن قادر میسازه تا پروژه های اقتصادی به صورت دقیق تر آن بررسی نماید، که این پروژه ها باید تحلیل حاصل و مصرف بشه، که باید نگاه بکنیم که نظر به سرمایه گذاری هایی که انجام بشه و بازدهی که باید سرمایه گذاری داشته باشه، آیا اقدام به چنین سرمایه گذاری های دولت داشته باشه یعنی، و از جایی که بخش خصوصی بیشتر انگیزه سودجویی در او وجود داره، اینجاست که با مشارکت عامه خصوصی پروژه ها به صورت دقیقتر آن بررسی میگردند و تحلیل حاصل و مصرف درستتر و حتی از لحاظ تیوری بازی هم متوجه تمام قضایا خواهند شد و در نهایت تصامیم لازم پیرامون سرمایه گذاری در پروژه ها اتخاذ خواهند نمود. و نکته بعدی اینه به ارتباط اهمیت خود مشارکت عامه خصوصی اینه که سکتور خصوصی به نحوی از آنها تشویق میشه تا طرحهای مبتکرانه و نوآوری های هم داشته باشه و روش های جدید تمویلی را هم پیشنهاد بدن تا به کمک دولت بتونن اقدامات مؤثر اقتصادی بردارن. و نکته بعدی اینه که زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی فراهم میسازه و با ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی یقینا که تولید ناخالص کشور افزایش خواهد یافت و اثرات مثبت دیگی هم روی پارامترهای کلان اقتصادی به بار میاره، که اشتغال زایی صورت میگیره، میزان جی دی پی کشور افزایش خواهد یافت، به همین تناسب قدرت خرید افراد بالا میره و در نهایت حتی درآمدهای دولت هم افزایش خواهد یافت و از کسر بودجه دولتی تولید جلوگیری میگردد، باعث ایجاد فرصت های جدید کاری میشه. بس که قبلا من اشاره کردم بس مشارکت عامه خصوصی یک اهمیتی و اینه که شغل ایجاد میکنه، بازار اشتغال زایی افزایش خواهد داد، افزایش سطح عرضه خدمات و کیفیت عرضه خدمات به وجود خواهد آمد، خدماتی که در کل نیازمند و هستیم با میزان افزایش سرمایه گذاری ها افزایش خواهد یافت و عرضه خدمات بیشتر و بهتر خواهد بود. مشارکت عامه خصوصی باعث تسریع روند رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی میگردد و این مسیر رسیدن به اهداف انکشافی و اقتصادی و اجتماعی هموارتر میگرداند. و در مشارکت عامه خصوصی یک سلسله اصول کلیدی در نظر گرفته شده که بر اساس این اصول اقدامات حاملی برداشته میشه. اصل اول، حکومت داری خوبه. در تحت بحث حکومت داری خوب، تمام پروژه های مشارکتی که بین جانب سکتور عامه و دولت و سکتور خصوصی بررسی میشه، بعد این پروژه ها بر اساس معیارها و استانداردهای حکومت داری خوب طراحی بشه. مبارزه با فساد اداری بعد در نظر گرفته بشه، تفویض صلاحیت و مسئولیت های رسمی همه در نظر گرفته بشه تا در رویت این گونه پدیده ها بتونیم به درستی پروژه ها تحقیق بکنیم. اصول بعدی یا حاصل بعدی ارزش پوله، که باید در این قسمت منفیت خالص تدبیر پروژه از طریق حکومت و مشارکت عامه خصوصی که ایجاد میشه هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی مقایسه بشه. یقینا سرمایه گذاری هایی که انجام میشه باید با گذشت زمان تنزیل ارزش پول را هم در نظر داشته باشین، که رو بازدهی که سرمایه گذاری داره آیا با توجه به سرمایه گذاری های بین‌المللی تونسته منفیت آنچنانی به بار بیاره، یعنی چی از بود کمی و چی از بود کیفی باید این حسلم رعایت بشه.
اصل بعدی تخصیص خطرات. تخصیص خطرات اصل حساسی در مشارکت عامه و خصوصی، و معمولا خطراتی که به هر بخشی که اختصاص داده میشه بعد عمو توانایی کنترل و مدیریت از او داشته باشه. مثلا یک سلسله خطراتی که پیش بینی میشه برای کنترل خطرات و برای مهار نمودن ریسک های پیش بینی شده بعد عمو جانب قوی شناسایی بشه، و بعدا او جانب قوی یا بخش عامه یا بخش خصوصی هم توانایی لازم برای مهار خطرات داشته باشه تا اضرار آنچنانی وارد این مشارکت ننماید. اصل بعدی توانایی مالی و محافظت استفاده کنندگانه که در مجموع در نظر گرفته شده، و در این صورت هم مشارکت بعد قسمی طراحی بشه که مستفید شوندگان بتوانند در طویل مدت از این توانایی های مالی استفاده بکنند و از زیربناها و خدمات عرضه شده هم در واقع استفاده بیانه در طویل مدت داشته باشند. قسمی نباش که سرمایه های هنگفت روی پروژه ها به مصرف برسانید و حالا بازدهی و استفاده از پروژه در کوتاه مدت انتظار داشته باشه. اینجاست که در کوتاه مدت این بازدهی لازم را از سرمایه های انجام شده نخواهیم داشت. پس چی خوبه که پروژه ها به صورت دقیق تر و به شکل کیفی تر آن طراحی و اجرا بشه تا در طول مدت زمان طولانی بتونه استفاده موثر داشته باشه. اصل بعدی شفافیت در اصول مشارکت عامه و خصوصی. شفافیت در پروژه های مشارکت عامه و خصوصی یک عنصر اساسی میتونه باشه، به بخصوص بحث تدارکاتی که میتونه در پروژه های عامه و خصوصی بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار بگیره، و این پروسه تدارکات پروژه های مشارکت باید خیلی واضح تعریف بشه و معلومات دقیق و راهنمایی های لازم به داوطلبان ارائه گردد تا داوطلبان و یا تأمین کنندگان پروژه های مشارکت عامه و خصوصی بتونن اعلان آمادگی بکنن و بر اساس اقداماتی که انجام میدن پروژه و یا برنامه های مشارکت عامه و خصوصی به درستی آن تطبیق گردد. اصل بعدی رقابت که در مشارکت عامه و خصوصی در نظر گرفته میشه، به منظور اینکه ما بتونیم ارزش پول باثبات داشته باشیم و تا حد امکان از تمام پروژه های مشارکت عامه و خصوصی بهره بری بیشتری به دست بیاریم. چی خوبه که بحث داوطلبی ها و مسائل تدارکاتی این پروژه ها به صورت باز باشه. داوطلبی باز به این معنی که هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی شرکت های تامین کننده آگاه بسازین و اونها با توجه به محاسباتی که انجام بدن و بر اساس وضعیت رقابتی که پیش روی تمام تامین کنندگان و قرارداد کنندگان وجود داره بهترین تأمین کننده انتخاب بکنید که با کیفیت بهتر کار رو پیش باره و با هزینه کمتر بتونید پروژه های مشارکت عامه و خصوصی تمویل مالی نمایید. اصل بعدی توسعه ظرفیت محلی و انتقال تکنولوژی در مشارکت عامه و خصوصی. تمام پروژه های مشارکت عامه و خصوصی باید قسمی ترتیب بشه که حد اکثر استفاده از ظرفیت های محلی بشه. چرا از ظرفیت های محلی استفاده بشه؟ معمولا هدف اولی بحث اشتغال زاییه در محلاتی که این پروژه ها قرار در نظر گرفته بشه و سرمایه گذاری صورت بگیره. اگر رضایت خود محیط و محل نباشه و نیروی بیکار اون محیط و محل به پروژه ها دخیل نباشن، یقینا که شاید از پیشرفت خود پروژه ها جلوگیری بکنند و سد راه فعالیت های پروژه ای عامه و خصوصی گردند. و چی خوبه که در اون محلات هم به خاطر اشتغال زایی بیتر و به خاطر اس وطن دوستی و اس بحث قائل شدن به ارزش های محیط و منطقه
و عشق وطن دوستی تمام تکنولوژی لازم هم در اونجا انتقال پیدا بکنه و به مرور زمان این مهارت انتقال بیابه برای محلاتی که پروژه ها در اونجا اعمار میگردن. اصل بعدی اصل محیط زیست و مسئولیت اجتماعی در مجموع برای اینکه پروژه های مشارکت عامه و خصوصی شکل بگیره، حکومت باید اطمینان حاصل بکنه که این پروژه ها بر اساس قوانین محیط زیستی به پیش خواهد رفت و تمام معیارهای عالی و مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده و تطبیق پروژه ها باعث تخریب محیط زیست نخواهد گردید، چون هر پروژه که اگر باعث تخریب محیط زیست گردد عواقب آن برای سایر بخش ها و سایر ابعاد میتونه زیاد باشه و به همین اساس که بازدهی چنین پروژه های در مجموع کم خواهد بود. اصل نهم مشارکت عامه به خصوص پروسی مشوره با جوانب ذیدخله که از او جایی که اداره و قراردادی که اداره مشارکت عامه به خصوصی باشه و قرارداد کنندگان یا تأمین کنندگان که چی بحث مسائل ساختمانی باشه چی بحث مسائل سایر مواد و امکاناتی که برای پروژه ها نیازه، به نوعی از آنها باید این مشوره ها صورت بگیره که بر اساس توافق جانبین و تفاهمی که وجود داره امرود اعتماد خود قرارداد کننده هم جلب بشه تا قرارداد کننده بدون کدام ریسک و خطر حاضر به مشارکت باشه و حاضر باشه تا در تأمین و تطبیق پروژه سهم مؤثر خود رو ایفا بکنه. و در پروژه های مشارکت در واقع در پروژه هایی که بیشتر پروژه های مشارکتی یک سلسله نهادهایی هستن که سهم بارزی میتونن ایفا بکنن و این نهادها در واقع میتونه که در کل به چند دسته تقسیم بشه. نهاد اولی که میتونه سهم برازندی در پروژه های مشارکت عامه و خصوصی داشته باشه شورای عالی اقتصادی و کابینه، که این شورای عالی اقتصادی و کابینه بعد غور و بررسی پیرامون تمام پروژه های مشارکت عامه و خصوصی داشته باشه و ابعاد گوناگون پروژه ها بعد تجزیه و تحلیل و در نهایت ابراز موافقت نماید تا پروژه به پیش برود. نهاد دیگه که میتونه دخیل باشه در پروژه های مشارکت عامه و خصوصی کمیسیون تدارکات ملی یا اداره ملی تدارکات، که این اداره ملی تدارکات هم به خاطر بحث تامین امور کاری و اجرایی خود پروژه بعد سهیم باشه و نقشه برازنده خود رو ایفا کنه. اداره یا نهاد دیگه وزارت مالیه که از بود تامین منابع مالی بعد وزارت مالیه حضور گسترده و فعال داشته باشه تا بتونه این پروژه نحو درست هم به کدام بدون کدام سکتگی مالی به پیش بره. خود اداره مرکزی مشارکت عامه و خصوصی که عنوان یک نهادی که در واقع به نام نهاد تریپل پی در افغانستان میتونه شکل بگیره و این نهاد باید همیشه در تمام پروژه های مشارکت عامه و خصوصی دخالت خاص خود داشته باشه. و سایر وزارت خانه ها و ادارات قرارداد کننده که میتونن طرف واقع بشن در پروژه ها، به طور مثال یک پروژه زراعتی اگر به عنوان پروژه مشارکت عامه و خصوصی در نظر گرفته بشه، یک اداره ذیدخل میتونه وزارت خانه یا وزارت زراعت و مالداری باشه و در جانب دیگر هم دیگه ادارات ذیدخل و قرارداد کنندگان و تامین کنندگان که هر کنون بزنان سهم برازندی خود رو در پروژه های مشارکت عامه و خصوصی داشته باشه. و همچنین بورد مشورتی هم میتونه در خود ساختار همین ادارات قرار بگیره که بنام بورد مشورتی مشارکت عامه و خصوصی که در بحث های بعدی هم روی اشاره خواهیم کرد باید و از سهم داشته باشه. ارتباطات با سرمایه گذاران از مباحث دیگر است که در این پالیسی تذکر داده شده. افغانستان مثل دیگه کشورهای رو به انکشاف برای که بتونه پروژه ها تطبیق بکنه و از دریچه خود مشارکت عامه و خصوصی
برای تطبیق پروژه ها خواهی نخواهی با یک سلسله مشکلات مالی و اقتصادی و سیستم بانکی و بیمه برمیخوره و چی خوبه که این مشکلات اولا تشخیص بشه و بعد از او از جانب بخش خصوصی تطبیق و نظارت کرده که مشکلات مالی اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی و مشکلات بیمه هر کدام از اینا راه حل‌های گوناگون میتونه داشته باشه و این راه حل‌های گوناگون ابتدا باید تشخیص داده بشه و از بین راه حل‌های ممکن بهترین راه حل انتخاب و سپس پروسه نظارت تطبیق همین پالیسی هم در نظر گرفته بشه. و حکومت در کل متحد به اینه که همه پروسه های کاری رسمی تنظیم بکنه که تأخیر و تعدیل در مراحل تدارکاتی پروژه ها به وجود نیاید و در مجموع هیچ تعدیل در مراحل اجرایی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی به پیش نیاید و اگر اتفاقا تأخیری هم در پروسه های کاری ایجاد شد این تأخیر به نحوی از آنها جلوگیری بشه و میزان تأخیر هم کاهش پیدا بکنه. و برای ارتباط که در پروسه مشارکت عامه نیازه روش های مناسب بعد بر اساس تجارب و خصوصا تجارب جهانی در اختیار قرار بگیره و زمینه برنامه آگاهی دهی هم به سکتور خصوصی ارائه گردد که سکتور خصوصی بتونه بر اساس برنامه های آگاهی دهی عامه همه پروسه های ارتباطی به پیش برد تا روند فعالیت ها دچار مشکلات آنچنانی نگرده. و همچنین حکومت افغانستان در مجموع متعهد به اینه که برای سرمایه گذارا فرصت مساعد کنه که سرمایه گذاری های خود خود در ساحاتی بالاخره در نظر بگیرن که هم بتونه ایجاد تبادل خود تجارب بین بخش سکتور خصوصی داخلی و سکتور خصوصی خارجی صورت بگیره و این تجارب سکتورهای خصوصی داخلی و خارجی کمک میکنه برای جلب سرمایه گذاری های خصوصی که در عرصه های مختلف از بتونیم استفاده بکنیم و بازدهی بهتری هم بتونیم به دست بیاریم. تمویل کنندگان و مؤسسات مالی بین المللی هم میتونه که در پروسه مشارکت عامه و خصوصی نقش داشته باشند. معمولا تمویل کنندگان و مؤسسات ملی و بین المللی مالی هر کدام از اینا میتونن به حیث شرکای اصلی در خود پروژه های مشارکت عامه و خصوصی به منظور ارائه مشاوره ها و همچنین به منظور تامین منابع مالی و کمک های تکنیکی همکاری نمایند که این همکاری آنها باعث میشه تا این پروژه ها بهتر و با بهره‌وری بهتر تطبیق گردد. و به ادامه تمویل کنندگان و مؤسسات ملی و بین المللی مالی همه فعالیت های مشارکت عامه و خصوصی باید با هماهنگی با اداره مرکزی مشارکت عامه و خصوصی هماهنگ بکنه و از اجراهاتی که صورت گرفته به شکل روبار گزارش تهیه بکنه به این معنی که هم طرفین گزارش بدهن به یک دیگر و به صورت روبار از تمام واقعیات واقف باشند. هر اتفاق که پیرامون تمویل مالی و بحث مصاریفی که انجام شده برای پروژه های مشارکت عامه و خصوصی و فیصدی پیشرفت کار باید گزارش داده بشه تا اطمینان برای جانبین به وجود بیاید و در آینده هم همکار یکدیگر باشند. ساختار تمویل، بیمه و تضمین دولت از جمله موارد دیگر است که در این بحث درسی مهمه. حکومت بیشتر به منظور فراهم کردن زمینه مناسب تمویل پروژه های مشارکت عامه و خصوصی باید به کاهش مصارف اقدام بکنه و همچنین جانب خصوصی و قرضدهنده در حمایت بکنه که اونا پس از مطالعاتی که انجام دادن از روش های خاص تمویل استفاده شده و برای دریافت قرضها و پرداخت قرضها هم مشیرهای لازم با ادارات زیردخل داشتن تا اینکه بتونن با استفاده از امکانات مالی و بازار سرمایه کشور به درستی استفاده بکنن. به همین تناسبه که
این روش ها باید روش های پسندیده و قابل قبول ملی و بین المللی باشه و مشکل آنچنانی هم برای دولت و برای جانب خصوصی ایجاد کنه. دولت به ارتباط این موضوع که بحث تمویل باشه و بحث تضمین و بحث بیمه یک ضوابط خاص رو به دست گرفته که ابتدا بعد مداخلات غیر ضروری دولت و غیر سپهنده در نظر گرفته بشه. یعنی ایج یک از نهادهای زیردخل نباید مداخلات غیر موجه و غیر ضروری در پروسه کاری داشته باشند. حوادث غیر مترقبه باید پیش بینی بشه که ما برای کاهش حوادث غیر مترقب یا برای کاهش اثرات حوادث غیر مترقبه چی آمادگی هایی باید داشته باشیم و راه های پیشگیرانه باید شناسایی بکنیم. حالات فصل کردن هم باید پیش بینی بکنیم که در چه حالات قرارداد بین طرفین قابل فصل خواهد بود. هر جانبی که به درستی همون مسئولیت و تعهد خود خور عملی نسازه بنام قرارداد میتونه فصل بشه. دوران مشارکت در مجموع دوران مشارکت عام و خصوصی هم از جمله بحث های دیگر است که در پروسه مشارکت یک سلسله مراحل وجود داره که این مراحل شامل شناسایی و مشخص کردن پروژه های بالقوه مشارکت که امکان داره در عرصه های گوناگون پروژه های مشارکت شکل بگیره. حالا چی بیتر که بیترین پروژه ها شناسایی بشه و از بین این پروژه ها پروژه هایی که در اولویت قرار میگیره تشخیص و مشخص کردن. بعد از او بر اساس این پروژه های شناسایی شده یک مدل تجاری بعد انکشاف داده بشه به نام بزنس مدل دیولپمنت که با توجه به تجارب متفاوت کشورهای گوناگون باید امو طراحی لازم صورت بگیره تا پروژه به صورت درست آن تطبیق و اجرا گردد. آمادگی های لازم باید برای تدارک پروژه در نظر گرفته بشه که با کدام تدارک کنندگان نیاز تا قرارداد بسته بشه، های تدارک کننده داخلی یا خارجی، اینا همه باید آمادگی های رو گرفته و همچنین آمادگی برای تطبیق پروژه مشارکت که در چه زمانی باید عملا فعالیت های پروژه آغاز گردد تا اینکه به وقت و زمان معینی آن به هدفی که داریم برسیم. و مدیریت قراردادهای مشارکت عام و خصوصی هم باید در نظر گرفته بشه که این مدیریت با عهده چه نهادی باشه و چگونه ما قراردادها را مدیریت بکنیم. پیشنهاد جانب خصوصی از جمله موارد دیگر است که در پالیسی تذکر داده شده. پیشنهادهای جانب خصوصی میتونه روش های ابتکاری باشه برای رفع نیازمندی های سکتور عامه که ما از چی روش های خلاقانه و ابتکارانه میتونیم استفاده بکنیم تا نیازمندی های سکتور عامه بیشتر و بیشتر رعایت بشه و همچنین از مزیت های دوطلبی رقابتی هم بتونیم استفاده بکنیم. یا از جمله موارد دیگر است که این معمولا در پروژه های مشارکت عامه و خصوصی در نظر گرفته میشه و وزارت مالی و ادارات مربوطه هم مسئول بررسی پیشنهادهای جانب خصوصی هستند. هر پیشنهادی که از جانب خصوصی ارائه شده هست باید اطمینان حاصل گردد که به همه پیشنهادات بالاخره لبیک گفته شده و اینجاست که اگر پیشنهادات پیشنهادات قابل قبول و با اهمیت باشه یقینا که اونا را از جانب خصوصی دریافت و بعد این پیشنهادات به سایر نهادهای زیردخل ارائه و در نهایت میتونید که از این پیشنهادات برای بهبود فعالیت ها استفاده کنید. بحث دیگه در پالیسی مهم نظارت و مدیریت تطبیق پالیسی. وزیر مالی در مجموع مسئول رهبری و نظارت از تطبیق پالیسی مشارکت عامه و خصوصی میباشه. تمام جوانب زیردخل باید در تطبیق و نظارت از تطبیق پالیسی معمولا از جانب وزیر مالی مورد حمایت قرار بگیره و ابعاد مختلف مشارکت عامه و خصوصی به شکل روبار و سالانه آن به کابینه ریاست جمهوری افغانستان گزارش داده بشه. یعنی جمله مسئولیت های عمده که به وزارت مالی و به خصوص شخص وزیر مالی داده شده تا روند تطبیق پالیسی مشارکت عامه و خصوصی را میشه نظارت بکنه و به صورت روبار و سالانه به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش ارائه نماید.
تعدیل پالیسی مشارکت عامه به خصوصی هم امکان پذیره، خصوصا بورد مشورتی مشارکت عامه به خصوصی میتونه پیشنهادات پیرامون تعدیل نظر به حوزه کشور در نظر بگیره و در صورت ضرورت این تعدیلات به پالیسی مشارکت عامه به خصوصی پیشنهاد کنه. این تعدیلات معمولا تعدیلات پیشنهاد شده بعد از تاییدیه وزیر مالیه و سپس تصویب کمیته جمهوری اسلامی افغانستان امکان پذیر خواهد بود و به مرحله اجرا قرار می گیرد. به ختم مباحث دسته این هفته رسیدیم. چند سوال آموزشی هم که تهیه داده شده شامل اهداف مشارکت عامه و خصوصی تذکر بدیم. سوال دوم اینه که اهمیت مشارکت عامه و خصوصی بیان نمایید. سوال سوم اصول کلیدی مشارکت عامه و خصوصی تذکر بدیم که نو حاصل عمده بود که هر کدام از اینها خوب به ذهن خود بسپارین و کدام نهادها در پروژه های مشارکت عامه و خصوصی سهیمند که بحث شورای اقتصادی بود، وزارتخانه ها یا کابینه بود و سایر نهادها که در صورت قبلی خدمت شما بیان شد و در نهایت مراحل پروسی مشارکت عامه و خصوصی تذکر بدیم. اینا سوالات است که میتونه کل محتوای درس این هفته در واقع تحت پوشش قرار بده و با پاسخ این سوالات ما به این معنی که تونستیم کل مواد درس این هفته را هم درک کنیم و در آینده مورد استفاده قرار بدیم. موفق و معید باشین تا جلسه بعدی درسی. خداوند یار و مددگار شما عزیزان.